چرا 32 سال بعد از کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران در سال 67 تمام تلاش‌ها برای جوابگو کردن حکومت در جمهوری اسلامی ایران راه به جایی نبرده است؟ آیا راه‌های طی شده نادرست بوده یا جامعه جهانی حس همدردی و عدالت‌های خود را از یاد برده است؟ آیا اصولاً راهی هست؟ دلجو آبادی مهمان من در این برنامه که 25 سال است در سازمان همبستگی با پناهندگان ایرانی به ایرانیان پناهنده در کشورهای مختلف کمک می‌کند، در سال‌های اخیر در خصوص دادخواهی بازماندگان زندانیان کشته شده در زندان‌های ایران هم فعال بوده است. او می‌گوید باید شیوه دادخواهی عوض شود. شیوه دادخواهی مورد نظر او چیست و اگر راه اون نتیجه بخش است، چرا تا به حال نتیجه‌ای نگرفته است؟ خانم دلجو آبادی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. خیلی ممنون از دعوتتون. خانم آبادی، قبل از اینکه به موضوع دادخواهی بپردازیم، بگذارید اول درباره پناهندگان ایرانی صحبت بکنیم که حوزه تخصصی و تجربه 25 ساله شماست. شما خودتون در سال 1363 به دلیل فعالیت‌های سیاسیتون و خطر بازداشت از ایران فرار کردید و پناهنده شدید و سال 1374 که سازمان همبستگی با پناهندگان ایرانی در امریکا تأسیس کردید به پناهندگان دارین کمک میکنید. دقیقاً چه نوع کمکی میکنید به پناهنده ها؟ اول سلام میکنم به بینندگان و در جواب باید بگم که 27 سال پیش که من شروع این سازمان رو تأسیس کردم، در کشورهایی مثل ترکیه، پاکستان، عراق، مالزی، اندونزی اصلاً کمک اجتماعی و حقوقی به پناهندهایی که اونجا گیر می‌افتادن وجود نداشت و من که سال 93 با تعداد زیادی پناهنده ایرانی در ترکیه در تماس قرار گرفتم، متوجه شدم که چه رفتارهای غیرعادلانه‌ای خصوصاً در مورد درخواست‌های پناهندگی این افراد، حتی زندانیان سیاسی که از کشتار سال 67 جان به در برده بودند جواب منفی می گرفتن از سازمان ملل، کمیساریای پناهندگیش در ترکیه. این انگیزه شد که من این سازمان رو تأسیس کردم، ولی خب در طول این 27 سال من به پناهنده های سوئد، آمریکا، از هر جای استرالیا، هر جایی که نقطه‌های زیادی در دنیا از من خواستن و من به پرونده‌هاشون کمک حقوقی رسوندم. یه برنامه کمک مالی هم تو 25 سال اول این سازمان من سازماندهی می‌کردم که تقریباً حدود 3/4 میلیون دلار بین 1900 خانواده پناهنده تو این سال‌ها، عمدتاً پناهنده‌هایی که در ترکیه هستن، سازمان ما تونست تقسیم بکنه. ولی از نظرهای دیگه خانم آبادی، به نظر میسه که وضع پناهندگان در زمینه‌های بدتر شده. مثلا اغلب پناهنده‌ها در جاهایی به شکل زندان نگهداری میشن، وضع معیشتیشون، امکاناتشون بسیار بده. بعضی از این پناهنده‌ها دست به خودکشی زدند، تا حالا اعتصاب غذا میکنند. به نظر میرسه که در این زمینه‌ها وضع چندان خوب نیست. سازمان‌هایی مثل سازمان شما در این زمینه چه کار دارن میکنن؟ چه کمک میکنن؟ بله، ببینید، این مسائلی که الان شما میگید خیلی مسائل مهمی هم، ولی در 27 سال گذشته من مداومن شرایط رو اینجوری دیدم. مداومن افراد تو کمپ ها زندگی خیلی نامطبوعی داشتن، مداومن خبر خودکشی شنیدم. همه این نکاتی که شما میگید در عرض این 40 سال همیشه وجود داشته، منتها الان به خاطر بودن آسون بودن انعکاس اخبار این مشکلات، خب خیلی هم من استقبال میکنم، افراد بیشتری توجهشون جلب شده. بحث های خیلی
مفصلی میشه کرد راجع به کم، چون اون عده‌ای که الان مثلا تو ترکیه به حال خودشون رها شدن، نه بهشون سرپناهی دادن نه غذای آماده‌ای در طول روز بهشون میدن. الان اگهشون سوال کنی میگن ما از خدا ممکن که تو آلمان تو اون کمپای باشیم که پناهندگان ایرانی که اونجا هستن الان انقدر گله گذاری دارن دربارش. برای همین مسئله کمپ ها فقط مربوط به ایرانیان نیست، با توجه به افزایش تعداد پناهندگان در پناهندگان جدید در کشورهای اروپایی، خب میدونید پیدا کردن سرپناه برای این پناهنده ها کار خیلی خیلی مشکلیه، همه رو نمیتونن در شهرها جا بدن و تا اینکه درخواستشون بررسی شه باید سرپناهی داشته باشن. خب اگر کم نباشه پس کجا باشه؟ میکنم کاری که معمولا باید کرد اینه که این پروسه بررسی درخواست پناهندگی رو شدیداً دنبالش رفت که این پروسه رو کوتاه کرد که افراد اقامت بگیرن و بتونن از اون کمپ ها در. بسیار خوب. خانم دلجو، شما در سالهای اخیر علاوه بر مسائل پناهندگی در خصوص دادخواهی خانواده های زندانی های کشته شده در جمهوری اسلامی و به خصوص کشته شدگان سال 67 خیلی فعال بودید. چطور توجهتون از مسائل پناهندگی به مسائل دادخواهی معطوف شد؟ ببینید من در طول این 27 سال کار هم پرونده هایی داشتم که خب از زندانیان سابق سیاسی سابق بوده است، هم پرونده هایی داشتم که مثلا همسری که به اشتباه متهم شده بود به کشتن همسرش معجزه آسا تونسته بود فرار بکنه، نوجوانی که موقعی که دانش آموز بود به اشتباه محکوم شده بود به کشتن همکلاسیش معجزه آسا تونسته بود فرار بکنه از ایران، و 20 سال پیش که پرونده این خانمی که به اشتباه همسرش رو محکوم شده بود که همسرش رو کشته به دست من رسید، من متوجه شدم که چه خلای بزرگی هست راجع به اطلاعات در مورد سیستم مجازات اعدام در ایران، و من برای کمک به پرونده های پناهندگی که در دستم بود شروع کردم به مطالعه قانون، مطالعه به هر پرونده‌ای که در ایران دستم میرسید، خوندن صفحه های حوادث روزنامه ها که من فکر میکنم از سال 79-80 خیلی هاشون آنلاین شدن، و خب این کار نتیجه این مطالعات و این تحقیقات این شد که من نوشتهای زیادی به نهادهای مختلف سازمان ملل فرستادم در رابطه با سیستم مجازات اعدام در ایران، و چندین پرونده هم که مربوط به زنانی بود که در ایران محکوم به اعدام شده بودن و در دهه 2000 باز به یکی از نهادهای سازمان ملل فرستادم که مورد قضاوت قرار گرفتم. در مورد زندانیان سیاسی و خصوصا فاجعه کشتار 67، خب من پرونده‌هایی داشتم که خب جزو بازماندگان اون کشتار بودن، ولی این کشتار واقعا نه اینکه بخوایم مقایسه بکنیم با بگیم متفاوت است از کشتار 60 تا 63، ولی ویژگی که این کشتار داره اینه که زندانیانی رو مورد هدف قرار داد که محاکمه شده بودن یک بار به خاطر حالا هر جرمی که بهشون منتسب کرده بودن، و اینکه در عرض 40 روز نزدیک به حدود 4000 نفر رو در محاکمه های چند دقیقه‌ای اعدام کنن، در هیچ جای دنیا یه همچین اتفاقی سابقه نه. بسیار. حالا من میخواستم یک سوال از شما بکنم، اون این که دادخواهی و روش های اون یک مبحث پیچیده حقوقی قضاییه، در حالی که شما رشته حقوق و قضا نخوندین، ولی خب با این توضیحاتی که دادین یعنی تو این پروسه در واقع شما اطلاعات زیادی کسب کردین تو مسائل حقوقی و قضایی. خب خیلی سوال جالبیه. من شاید 30 سال پیش اگر میگفتید که امروز مثلا میتونم بعضی از کلمه های عربی و حتی براتون معنیش رو بگم، چه برسه حالا به قوانین حقوق بشر بین المللی که خب من انگلیسی میدونم میتونم بخونم،
خودم هم باور نمی کردم، ولی از اونجا که من تو طول کار به این نتیجه رسیدم که ما اگر نخواهیم واقعا کار شایسته ای انجام بدیم، نباید به امید فلان وکیل خوب که حالا یا استخدامش کردیم یا قبول کردیم که به ما کمک کنه، یا فلان محقق برجسته که گفته باشه کمکتون میکنم، بگیم بیا برو کارو درست انجام بده. ما خودمون باید مسلط باشیم به موضوع، و خب من این شانس رو نداشتم که هیچ وقت که مثلا وکیل برجسته بیاد بگه که بیا من از اول تا آخر یه مطلب رو برات انجام میدم. خودم باید یا کار نمی کردم یا باید می رفتم و می آموختم. چرا فکر می کنید که این همه سال تلاش هایی که صورت گرفته به توسط خانواده های بازماندگان کشتارها، سازمان های حقوق بشری، تلاش هایی که گزارشگران ویژه سازمان ملل در خصوص ایران کردند، دادگاه های مردمی که در لاهه و لندن تشکیل شده، همه اینها هیچ نتیجه نداده؟ چرا فکر می‌کنید؟ البته میدونید هیچ شاید کلمه درستی نباشه، چون منظورم از هیچ اینه که کسی محاکمه نشده، هیچ چیزی برملا نشده، مقامات جمهوری اسلامی ایران جوابگو نبودند. منظورم از هیچ اینه در واقع. من فقط برای اینکه من منفیگویی نباشه باید بگم که در این 40 سال ما قدم‌های خیلی خیلی ارزنده‌ای کنشگرهای ما برداشتن. الان میدونی دیگه هیچ کس نمیتونه بیاد بگه مثلا خبرنگار نیویورک نمیتونه بیاد بگه من خبر نداشتم. هم متون بسیاری به زبان انگلیسی الان هست از شهادت هایی که سازمان های مختلف مستند کردن، تا فیلم های خیلی خیلی با کیفیت عالی که ساخته شده، از جمله فیلم آقای صربستانی به اسم آنها که گفتن نه، فیلم خواهر من دلناز آبادی که فتوای محرمانه نام داره و همشون الان آنلاین مجانی در دسترسن که همه نگاه بکنن. ما برای اینکه عامه رو برای عامه آگاهی رسانی بکنیم به نظر من خیلی موفق بودیم. اونجایی ضعف داریم که نتونستیم از ابزارهایی که الان وجود دارن و وقتشه که ما استفاده کنیم شروع کنیم به استفاده کردن. ببینید دایره‌ای که از همون اول کار که سازمان ملل سال 1984 پذیرفت که باید ایران یک گزارشگر ویژه داشته باشه، دایره اتفاقایی که تعاملی که اتفاق افتاده بین کنشگران و این نهاد که مهمترین نهادیه که ما میتونیم بریم سراغش دادخواهی بکنیم، این بوده که مستندسازی کنیم، مستندات رو بفرستیم برای گزارشگر ویژه و گزارشگرهای موضوعی دیگه، مثل گزارشگر شکنجه، گزارشگر استقلال قضات، گزارشگر آزادی بیان. اون وقت اونا چیکار میکنن؟ اونا مستنداتی که کنشگران براشون میفرستن به عنوان ادعا، مسائلی که ادعا شده مکتوب میکنن، نامه مینویسن به مقامات جمهوری اسلامی، میگن ما خیلی خوشحال میشیم که شما نظراتتون رو راجع به این ادعا بگین و بگین که همچین کارهایی چجوری با قانون بین المللی سازگاری داره، و بهشون فرصت میدن که خب دولت ایران جواب بده. دولت ایران هم یا جواب نمیده یا اگر جواب بده، من میدونی نمونه کشتار آبان ماه رو میگم که یکی از فجیعی ترین جواب های ممکنه رو سازمان دولت ایران به سازمان ملل داده است، که نه فقط در اون جواب دروغ های شاخدار گفته که معترضین از ژل آتشدار استفاده کردند، معترضین از مسلسل و نارنجک استفاده کردند، بلکه توهین های بسیار بسیار سخیف نسبت به 8 گزارشگری که این نامه رو برای دولت جمهوری اسلامی فرستاده، خب این نامه نوشته آره. شد.
یعنی شما خانم آبادی، شما بحثتون اینه که این شیوه که به هر حال مستنداتی برای گزارشگران ویژه فرستاده بشه یا به مراجع دیگه ای این مستندات فرستاده بشه، به خودی خود کارساز نیست و نمونهش هم اینکه جمهوری اسلامی جواب نمیده. شما چه راهی پیشنهاد میکنید که بهتر باشه و جوابگو باشه؟ این سیکل رو نیاییم توجیه بکنیم که ببینید مثلا فلانی از هر 50 موردی که ما مستند کردیم یکیش مثلا رها شد از اعدام، که حالا حتی همون یکی هم ما اصلا نمیتونیم ثابت کنیم که آیا به خاطر کارهای کنشگران بوده یا نه. اگر حتی کاری هم نمیشده به اون اعدام لغو میشده، چون بابت هر اعدامی که لغو شده و کنشگران کمپین کردن، من میتونم 10 تا اعدام دیگه مثال بزنم که کنشگران اصلا بیخبر بودن ازش، اونا هم لغو شده. میتونید وقتی ما با یه رژیمی طرفیم که بهش اینجا میگن روگ استیت، یعنی یه رژیم یاغی، رژیمی که شرم نداره. خانم آبادی ببخشید، عذر میخوام حرفتون رو قطع کنم. شما اینا رو توضیح دادید که این مکانیزم هایی که تا حالا استفاده شده کار نکرده و این شیوه. سوال من اینه که چه شیوه ای هستش وجود داره و جواب داده که میشه به کار برد و به هر حال اونو اتخاذ کرد؟ بله، ببینید از دیرباز ما همیشه تو ذهنمون این بوده که از سازمان ملل درخواست یک کمیسیون تحقیق بکنیم، و الان که به تجربه کشورهای دیگه که کم و بیش دولتشون مثل دولت ماست، به عنوان مثال کشور سوریه، به عنوان مثال کشور کره شمالی، به اونها نگاه بکنیم میبینیم که اونا موفق شدن یه مکانیزم ویژه‌ای رو تحمیل کنن به سازمان ملل که دستور کارش اینه که دستور کار اون هم مستندسازیه، ولی مستندسازی در راستای پیگرد کیفری مسئولین جنایت هایی که پیدا میکنن، جرم هایی که پیدا میکنن. این نیست که مثل گزارشگر ویژه یا بقیه گزارشگرهای موضوعی که الان این مستندات به دستشون میرسه و نهایتا خیلی تند میتونن ابراز نگرانی بکنن. و خب میدونید به این میگن یه گفتگوی دیپلماتیک، فقط درباره این جرم ها، این جنایت ها گفتگوی دیپلماتیک میکنن. بعدم که جمهوری اسلامی جواب نمیده، یه جوابی خیلی نامناسبی میده، مسئله رو میبندن میذارن تو تاخچه میره. بعد خب مثلا گزارشگر ویژه جدیدی که انتخاب میشه دوباره میاد از صفر شروع میکنه. خب حالا باز هنوز من جوابم نگرفتم. من سوالم این بود که حالا مثلا در مورد شما کره شمالی و سوریه رو مثال زدید، آیا اونها چه کاری کردن و چه جوابی گرفتن تا حالا؟ ببینید من تا اونجایی که وقت داشتم و توان داشتم مورد کره شمالی رو که پیگیری کردم، سال 2011 یک دونه جمعیت خیلی بزرگ از 40 خورده ای سازمان جمع میشن و یک مجموعه درست میکنن به نام اتحاد برای مبارزه با برای متوقف کردن جنایات علیه بشریت در کره شمالی. در این مجموعه تمام سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی که ما باشون آشنایی داریم، عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون حقوق بشر عضو بودن. شما اگر به انتشارات این سازمان مراجعه کنید می‌بینید که فعالانه برای تشکیل همچین مکانیزمی تلاش کردن از سال 2011 سال 2013 کره شمالی هم مثل ایران یک گزارشگر ویژه داشت، یعنی مثلا معادل آقای رحمان جاوید الان، و ایشون که سیستم کارشون متفاوت بود با سیستم کار هر 6 گزارشگری که برای ایران کار میکردن. ایشون در آخرین گزارشی که سال 2013 گزارش که سال 2013
به مجمع عمومی ارائه به شورای حقوق بشر ارائه کردن، ایشون خودشون توصیه کردن که برای کره شمالی باید یک مکانیزم ویژه تأسیس بشه که امکانات این رو داشته باشه برای اینکه اولا موارد نقض حقوق بشر رو مستندسازی بکنه، تشخیص بده که آیا این کدوم یکی از اینها مصداق جنایت علیه بشریت هستند و نهادها و افرادی که مسئول بودند در این جنایات رو شناسایی بکنه برای در این راستا که در آینده اینها مورد پیگرد کیفری قرار بگیرن. یعنی تفاوتشون در واقع اینه که این مستندسازی که میشه از طریق این به اصطلاح اون موارد ویژه اینه که اون چیزی که تهیه میشه و اون کیسی که درست میشه نهایتاً میتونه منجر به دادخواهی بشه، منجر به محاکمه بشه، در حالی که اون اتفاقی که الان داره میفته اینا لزوماً منتهی به اونجا نمیشه. منظورتون اینه؟ یک جنبش اینه، یک جنبش هم اینه که زمانی که چنین مکانیزمی ناظر آنچه که الان داره اتفاق میفته باشه، من فکر میکنم یعنی الان اگر یک کمیسیونی از نزدیک پرونده آقای تمجیدی و مرادی و رجبی و که زیر اعدام هستن دنبال کنه و دورنما این باشه که اگر این افراد اعدام شن، این میشه یه پرونده کیفری که در حال حاضر یک مکانیزم بین‌المللی داره نظارت میکنه برش، این خود این میتونه جلوگیری کننده تر باشه از شما صحبت از این کردین که مجموعه از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی دست به این کار زدن در مورد کره شمالی غیره، حالا برای اینکه این اتفاق در مورد ایران هم بیفته آیا امکان این هست یا که سازمان‌های حقوق بشری داخلی خود ایران که سازمان شما و سازمان‌هایی که وجود دارن اینها به هر حال تمام همغمشون رو بذارن که زیر یک چتر کار کنن و از اون طریق وارد بشن به کارهای فعالیت حقوق بشری بکنن و هر مستندسازی و هر کاری که باید بکنن انجام بدن که اون وقت بتونن سازمان های بقیه حقوق بشری جهانی رو هم جلب بکنن و اون اتفاقی بیفته که در مورد کره شمالی افتاد؟ من فکر میکنم امکانش هست. من ضمانت نمیتونم بگم که موفق میشیم، ولی ما حتی شروع نکردیم این تلاشو و الان هم تازه خیلی دیره. ما همون سیکل سابق و همون کارهای سنتی که همیشه انجام دادیم و اصرار داریم که همچنان انجام بدیم. من فکر میکنم اگر که در درجه اول کنشگرهای ما به این نتیجه برسن که اون سیکل سابق جز اینکه استیصال و درماندگی خانواده های قربانیان رو عادی سازی بکنه واقعا فایده ای نداره، اینو اگر به رسمیت بشناسن و اون وقت از مدل ملیت های دیگه بیاموزن، ما حتما میتونیم یه راه جدیدی رو دنبال بکنیم که دورنماش به نظر من خیلی امیدوار کننده خواهد بود. بسیار خوب. حالا فقط یه سوال آخرم و اینه که شما خودتون که به این شیوه واقف هستید و میگین که جواب داده در مورد کره شمالی و سوریه، شما خودتون این کار رو کردین، دنبال کردین مثلا رو؟ ببینید من تصحیح کنم، نه در مورد سوریه نه در مورد کره شمالی، هر دوی این مکانیزمایی که تشکیل شدن و منجر به این شد که شورای امنیت پرونده های این کشور رو قبول بکنه که به رأی بذاره برای فرستادن به دیوان کیفری بین‌المللی، خب رأی نیاورد. این از قبل هم قابل پیش‌بینی بود، ولی اگه اجازه بدین من این سه چهار خطی رو که عضو این کمیسیون تحقیق کره شمالی آقای مایکل کربی که یه قاضی خیلی عالی رتبه استرالیایی در نامه‌ای به کیم یونگ اون رهبر عالی کره شمالی نوشته رو این چند خط رو بخونم، من متوجه میشین که حتی اگر بفرمایید بخونین. آره ایشون
موقعی که گزارششون رو تموم میکنن یه نسخه از اون رو برای رهبر عالی میفرستن و اون تو مینویسن که خب ما تحقیق کردیم، موارد زیادی رو از نقض حقوق بشر مستند کردیم، بسیاری از اونها مصداق جنایت علیه بشریت هستند و بهشون متذکر میشن که عامل، عامر، مباشر، محرک و مشوق این جنایات تحت قوانین بین المللی دارای مسئولیت کیفری هستند. وقت به ایشون میگن این کمیسیون مایل است توجه شما را به این موضوع جلب کند که بر اساس داده های به دست آمده توصیه آن به سازمان ملل این خواهد بود که بایستی وضعیت جمهوری دموکراتیک مردم کره به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده شود تا کلیه افرادی که در جنایات علیه بشریت مورد اشاره این نامه و گزارش کمیسیون دارای مسئولیت بودند پاسخگو شوند و این افراد به احتمال زیاد شامل شخص خود شما هم می شوند. آقای فانی، من فکر می کنم که بعد از 41 سال فجایعی که در ایران اتفاق افتاده است ما باید بپذیریم که شاید یه مقدار هم ما کمکاری کردیم که 41 سال بعد نتونستیم به تشکیل چنین کمیسیونی برای تشکیل چنین کمیسیونی کمپین بکنیم، لابیگری بکنیم و اون وقت نهایتاً به اینجا برسیم که یک مکانیزم بین المللی نظرش این باشه که این جنایات انقدر فاحش بودن که باید یه دادگاه بین المللی بهشون رسیدگی بکنه. خیلی متشکرم خانم دلجو آبادی از حضورتون در برنامه به عبارت دیگر. ممنونم از شما. مرسی از شما.